فصل 8. نژدانوف صبح زود بیدار شد و بیان که منتظر پیشخدمتی باشد لباس پوشید و به باغ رفت. باغ خیلی بزرگ و زیبا بود و خوب از آن نگهداری شده بود. کارگران روزمزد با بیلهایشان خیابانها را پاک می کردند. از میان بوته‌های سبز روشن روسری‌های دختران دهاتی که شنکش به دست داشتند دیده می شد. نژدانوف بدون قصد به طرف استخر رفت. مه صبحگاهی اکنون برخاسته بود. فقط انحنه‌هایی در کنارهای استخر هنوز تاریک بود. آفتاب کاملا بالا نیامده از افق روشنی گلی رنگی بر روی اطلس پولاد رنگ پهنه وسیع استخر می‌انداخت. 5 نجار در کنار کلک مشغول کار بودند. یک قایق تازه رنگ شده به آرامی از سوی به سوی می جنبید و امواج ریزی بر روی آب ایجاد می کرد. مردان به ندرت صحبت می کردند. وقتی هم حرف می زدند حواسشان جای دیگر بود. همه چیز در سکوت صبحگاهی فرو رفته بود و همه سرگرم کار صبحگاهی بودند. تمام اینها احساسی از نظم و ترتیب زندگی روزمره در آدم به وجود می آورد. در انتهای دیگر خیابان، نژدانوف ناگهان از دور نمونه مجسم نظم و ترتیب یعنی خود سپیاگین را دید. کت قهوه‌ای رنگی چیزی شبیه به لباس خانه پوشیده بود و کپی شطرنجی به سر داشت. به یک عصای خیزران انگلیسی تکیه داده بود و صورت تازه اصلاح شدهش از رضایت می درخشید. ملکش را بازرسی می کرد. سپیاگین دوستانه به نژدانوف سلام گفت. گفت: آه، می بینم که شما یکی از پرندگان سحرخیز هستید. او ظاهراً می خواست خوشنودیش را از این واقعیت که نژدانوف مثل خودش زیاد در رخت خواب ماندن را دوست ندارد به وسیله گفته قدیمی که زیاد به جا نبود بیان کند. ساعت 8 همه ما در اتاق نهارخوری چای می خوریم و معمولاً صبحانه را در ساعت 12 صرف می کنیم. دلم می خواهد که اولین درس گرامر روسی کلیا را در ساعت 10 بدهید و درس تاریخ را در ساعت 2. نمی خواهم که فردا درسی داشته باشد، چون فردا عید قدیسی است که ما در روز نامگذاری کلیا را به نام او خواندیم. ولی مایلم که از امروز شروع کنید. نژدانوف سرش را خم کرد و سپیاگین با او به سبک فرانسوی خداحافظی کرد. چند بار به سرعت دستش را تا لب و دماغش بالا برد و سوت زنان در حالی که عصایش را با حرارت تکان می داد دور شد. این رفتار ابداً رفتار یک کارمند عالی رتبه و شخصیت دولتی نبود، بلکه به رفتار نجیب‌زاده روستایی سرخوش روسیه شباهت داشت. نژدانوف تا ساعت 8 در باغ ماند. از سایه‌های درختان کهن، هوای تازه، آواز مرغان لذت برد تا اینکه صدای زنگ او را به خانه فراخواند. در موقع ورود متوجه شد که همه در اتاق ناهارخوری جمع شدند. والنتینا میخائیلوونا با لحن دوستانه به او خوش آمد گفت. در لباس صبح به نظر نژدانوف به طرز شگفت‌انگیزی زیبا می نمود. مارینا طبق معمول جدی و رسمی به نظر می رسید. درست سر ساعت 10 نژدانوف اولین درس کلیا را در حضور والنتینا میخائیلوونا که تقاضا کرده بود سر درس حضور داشته باشد داد. در تمام این مدت او ساکت نشسته بود. کلیا نشان داد که بچه باهوشی است. بعد از لحظات اجتناب ناپذیر شک و تشویش، درس به خوبی پیش رفت و ظاهراً والنتینا میخائیلوونا از نژدانوف خوشنود بود و چند بار از روی محبت با او صحبت کرد. نژدانوف سعی کرد کمی خودش را بگیرد، اما نه چندان زیاد. والنتینا میخائیلوونا در درس بعدی نیز که درباره تاریخ روسیه بود حضور داشت. با لبخندی گفت که در این رشته تقریباً به اندازه کلیا احتیاج به آموزش دارد. درست مثل درس پیش رفتار آرامی داشت. بین ساعت 10:05 نژدانوف در اتاقش ماند و نامه‌هایی به دوستان سن پترزبورگی اش نوشت. نه کسل بود و نه مایوس. اعصاب به شدت خسته اش تا حدی آرام شده بود.
معهازا در سر نهار اعصابش متشنج شد. اگرچه کالومیتسوف حضور نداشت و توجه محبت آمیز سیپیاگین و زنش تغییر نکرده بود، ولی خود همین توجه بود که نژدانوف را خشمگین می کرد. مخالفت علنی پیردختر آنا زاخاروونا، ادامه رفتار جدی مارینا و تا حدی لگدهایی که کلیا بدون رعایت ادب از زیر میز به او میزد بر ناراحتی او میافزود. به نظر می رسید که حال سیپیاگین نیز خوب نیست. او بیش از حد از مدیر کارخانه کاغذسازی که یک آلمانی بود و حقوق کلانی از او می گرفت ناراضی بود. سیپیاگین به طور کلی آلمانی ها را به باد ناسزا گرفت و بعد اعلام کرد که تعصبی ندارد، ولی تا اندازه طرفدار اسلاو است و یادآور شد که گفته می شود یک جوان روسی به نام سالومین کارخانه ای را که متعلق به یک تاجر همسایه است با موفقیت اداره می کند و او خیلی مایل است که این سالومین را ببیند. شب کالومیتسوف وارد خانه شد. ملک خودش فقط در حدود 10 مایل از آرجانوف فاصله داشت. آرجانوف نام دهکده سیپیاگین بود. رئیس دادگاه بخش نیز وارد شد. او یکی از آن افرادی بود که به نحو تحسین آمیزی در این بیت معروف لورمونتوف توصیف شده است. این سوی کراوات و فراکی تا نوک پا، سیبیل صدای زیر و نگاه سنگین بود. مهمان دیگری وارد شد که نگاهش افسرده و دهانش عاری از دندان بود، ولی به دقت لباس پوشیده بود. بعد از او دکتر محل آمد. دکتر بسیار بدی بود و علاقه داشت جملات آلمانه افاضه کند. برای مثال او به همه اطمینان می‌داد که کوکلونیک را بیشتر از پوشکین دوست دارد، زیرا که او پرتوپلاسم زیادی داشت. همه آنها برای ورقبازی نشستند. نژدانوف به اتاق خود رفت و تا نصف شب خواند و نوشت. روز بعد 9 ماه مه روز عید قدیسی بود که کلیا به نام او نامگذاری شده بود. با اینکه کلیسا تا آنجا بیش از ربع مایل راه نبود، با وجود این اهل خانه در 3 کالسکه روباز که به وسیله نوکران مشایعت می شدند حرکت کردند. همه چیز سرورانگیز و مجلل بود. سیپیاگین با مدال خود را آراسته بود. والنتینا میخایلوونا لباس بلند ارغوانی کمرنگ پاریسی پوشیده بود و در طول مراسم دعاهای خود را از یک کتاب بسیار کوچک که با مخمل قرمز رنگی پوشیده شده بود میخواند. این کتاب کوچک در میان چند دهقان پیر تولید ناراحتی کرده بود. یکی از آنها که دیگر نمی‌توانست جلوی خود را بگیرد از بغل دستی خود پرسید: چه کار می‌کند؟ خدا به ما رحم کند، افسون می‌کند؟ بوی خوش گل‌هایی که کلیسا را پر کرده بود با بوی کت‌های دهقانان، چکمه‌های کهنه و کفش‌ها در هم می‌آمیخت. همه این بوها را بوی قوی و مطبوع بخور در خود حل می‌کرد. در دسته کور، کارمندان و خادمین کلیسا منتهای کوشش خود را به کار می بردند تا دسته کور آوازش را به نحو شایسته ای اجرا کند و با کمک کارگران مبادرت به اجرای چیزی شبیه به کنسرت کردند. لحظه فرا رسید که در آن احساسی دردناک جماعت را در بر گرفت. صدای تنور، این صدای یکی از کارگران بود که آخرین مراحل سل را می گذراند، از همه صداها بلندتر شد و بدون هیچ اشکالی انتهای پرده کشدار و یک نواخت را تحریر می کرد. خواندن این نوت‌ها سخت بود، اما نخواندن آنها به معنی متلاشی شدن همه کنسرت بود. معهازا این کار بدون حادثه ناگواری ادامه یافت. پدر روحانی کیپریان با قیافه کاملا پدرانه که لباس کامل کلیسا را به تن کرده بود، موعظه‌اش را از روی دفتر یادداشتی ایراد کرد. بدبختانه پدر وظیفه شناس لازم دیده بود از تعدادی پادشاهان عاقل آسوری نام ببرد که در تلفظ آنها دچار دردسر شد. با تلاش زیاد تنها موفق به نمایش مقدار معینی از دانش خیش شد.
نژدانوف که مدتها بود به کلیسا قدم ننهاده بود، در گوشه‌ای میان زنان روستایی ایستاد. این زنان در حالی که صلیب می‌کشیدند و پرهیزکارانه تعظیم می‌کردند و دماغ بچه‌هایشان را پاک می‌کردند، زیر چشمی به او نگاه می‌کردند. اما دختران دهاتی با کت‌های نو و روسری‌های منجوق دوزی و پسر بچه‌ها با پیراهن‌های برودری دوزی شده و کمربندهایی که به کمر بسته بودند به این مؤمن تازه وارد مشتاقانه خیره شدند و صورت‌هایشان را مستقیما به طرف او برگرداندند. نژدانوف نیز به آنها نگاه کرد و چیزهای زیادی در ذهنش زنده شد. بعد از آیین عشای ربانی که مدت زیادی طول کشید، مشهور است که مراسم سنت نیکولای صاحب کرامات، یکی از طولانی ترین مراسم در کلیسای ارتدوکس است، تمام روحانیون به دعوت سیپیاگین به خانه‌اش رفتند. و بعد از انجام مراسم گوناگون دیگر، از قبیل پاشیدن آب مقدس به اتاق، همه آنها برای صرف یک صبحانه حسابی نشستند. خوش آمدگویی و صحبت‌های کسل کننده آنها را به گروه‌های تقسیم کرد. میزبان و زنش که هرگز به این زودی صبحانه نمی‌خوردند، در این روز رسم همیشگی را شکستند. سیپیاگین حتی پا فراتر گذاشته لطیفه‌ای نقل کرد. البته این لطیفه کاملا مناسب بود و علی‌رغم وقار و روبان قرمزش همه را سرگرم کرد و حس تحسین و حیرت پدر روحانی را برانگیخت. پدر مهربان برای اینکه نشان بدهد او هم میتواند چیزهای شنیدنی و مناسب با موفقیت بگوید، گفتگوهای خود را با اسقف بازگو کرد. اسقف یک مرتبه که گردشی به اطراف اسقف نشین خود کرده بود، از تمام روحانیون ناحیه دعوت کرده بود که بیایند و او را در دیر شهر ملاقات کنند. پدر کیپریان برای اطمینان همه گفت رفتار او با ما خیلی جدی است. ابتدا درباره بخش‌ها و ترتیبات کارهایمان از ما سوال کرد. بعد شروع به امتحان کردن ما نمود. از من هم سوال کرد: روز وقف کلیسای شما چه روزی است؟ جواب دادم: روز تجلی خدای ما. دعای مخصوص آن روز را می‌دانید؟ فکر می‌کنم بدانم. آن را بخوانید. شروع کردم: مسیح خدای ما، تو در کوهستان متجلی شدی. بس. معنی تجلی را می دانید؟ جواب دادم: جان، مطلب این است که خدای ما خواست با تمام عظمتش خود را به مریدانش نشان بدهد. اسقف گفت: خیلی خوب، این شمایل را از من به عنوان یادگار داشته باش. به پایش افتادم. گفتم: عالی جناب، از شما سپاسگزارم. و با دست خالی از او جدا نشدم. سیپیاگین موقرانه گفت: من شخصا افتخار آشنایی عالی جناب را دارم. یکی از با ارزش‌ترین پیشوایان روحانی است. پدر کپریان تصدیق کرد: با ارزش‌ترین. فقط بیش از حد به سرپرستان کلیسا اطمینان دارد. والنتینا میخائیلوونا به مدرسه روستایی اشاره کرد و از مارینا به عنوان آموزگار آینده آن نام برد. خادم کلیسا که به سرپرستی مدرسه گمارده شده بود، مردی بود که هیکل نیرومند پهلوانی و موهای مجعد بلندی داشت که مثل دم قیچی شده اسبان تندروی نژاد اورلوف بود. او غافل از قدرت صدایش چنان صدای نیرومندی از حنجره بیرون داد که خود را دست پاچه کرد و همه را ترساند. اندکی بعد روحانیون خداحافظی کردند و رفتند. کولیا در کت تازه‌اش که دکمه‌های طلایی داشت قهرمان آن روز بود. هدیه می گرفت، تبریک می شنید، دستش را نوکران و کارگران، زنان پیر و دختران جوان و دهقانان می بوسیدند. گروه اخیر به یاد روزهای صرفی در اطراف میزهایی که در جلو خانه پوشیده از کلوچه های گوشتی و بطری های کوچک ودکا بود پرسه می زدند. کودک خوشبخت در آن واحد شرمگین، خوشنود و مغرور بود. با محبت خود را به پدر و مادرش چسباند و از اتاق بیرون دوید. سر ناهار سیپیاگین دستور شامپانی داد و قبل از اینکه به سلامتی پسرش بخورد نطقی کرد. از اهمیت خدمت به میهن صحبت کرد و راهی را نشان داد که آرزو داشت نیکولایش بپیماید.
او از وظیفه‌ای که کلیان نسبت به خانواده، طبقه، اجتماع و مردمش داشت، داد سخن داد. بله، خانم‌ها و آقایان عزیزم، نسبت به مردم و نسبت به حکومت. به تدریج فصاحت سیپیاگین کامل شد، به تقلید از روبرت پیل، دستش را زیر دنباله کتش نهاد، کلمه علم را با حرارت و هیجان بیان کرد و نطقش را با این ندای تعجب لاتین پایان داد، لابورموس، و بلافاصله آن را به روسی ترجمه کرد. کولیا جامی در دست برای سپاسگزاری به طرف پدرش رفت و دیگران او را بوسیدند. نژدانوف نگاه‌هایی با مارینا رد و بدل کرد. بیشک احساس آنها یکی بود، اما با یکدیگر صحبت نکردند. با وجود این، در تمام این مراحل نژدانوف بیش از آن که معذب شده باشد سرگرم شده بود و خانم میزبان مهربان والنتینا میخائیلوونا و به نظر او زن باهوشی می رسید که خودش از نقشی که بازی می کرد آگاه بود. ولی از این فکر که شخص باهوش دیگری حضور دارد که او را درک می کرد خوشنود بود. نژدانوف احتمالاً از میزان شعف خیش که حاصل این بذل توجه زن بود خبر نداشت. روز بعد درس ها از نو شروع شد و زندگی به مسیر معمولی خود برگشت. هفته‌ای بدین ترتیب سپری شد. افکار و تجربیات نژدانوف را در این مدت شاید به خوبی بتوان از قسمتی از نامه او به سیلین، نامی که دوست قدیم ایام مدرسه و یکی از بهترین دوستانش بود، استنباط کرد. سیلین در سنت پترزبورگ زندگی نمی کرد، بلکه در یکی از شهرستانهای دور با یکی از خیشان پیر خود و کاملا متکی به او زندگی می کرد. وضعش طوری بود که هرگز نمی توانست خواب رهایی از آنجا را ببیند. او مردی بود ضعیف البنیه، خجول، با استعداد محدود، ولی سرشت فوق‌العاده پاکی داشت. خود را درگیر سیاست نکرد، اما هرچی که به دستش می‌افتاد می‌خواند. فلوت را برای فرار از کسالت می‌نواخت و از زنان جوان می‌ترسید. سیلین علاقه شدیدی به نژدانوف داشت. طبیعتاً مهربان بود. نژدانوف با هیچ کس دیگر آنطور آزادانه درد دل نمی کرد. وقتی برای او نامی می نوشت، احساس می کرد با وجودی عزیز و صمیمی در جهان دیگری یا با ضمیر خیشتن مکاتبه می کند. نژدانوف برای یک لحظه هم نمی توانست تصور کند که بتواند یک بار دیگر با ولادیمیر سیلین چون یک دوست در همان شهر به سر ببرد. نژدانوف احتمالاً علاقه خود را نسبت به او از دست داده بود، چون وجه مشترکی بین آنها وجود نداشت. اما با اطمینان کامل و با مسرت خاطر نامه‌های بلندی برایش می‌نوشت. موقع نوشتن نامه به دیگران او خودش نبود، ولی وقتی که به سیلین نامه می‌نوشت این حالت هرگز اتفاق نمی‌افتاد. سیلین در نویسندگی مهارت نداشت و فقط با جملات کوتاه و زشت به نامه ها جواب می داد. نژدانوف به جواب های بلند احتیاج نداشت. خوب می دانست که دوستش تمام کلماتش را می نوشد. همچون گرد و خاک جاده که هر قطره باران را می نوشد. که رازهایش را مقدس می داند و در تنهایی نومیدانش منافعی جز منافع نژدانوف در نظر ندارد. نژدانوف درباره مناسباتش با سیلین که برایش بسیار گرامی بود هرگز به کسی چیزی نگفته بود. نژدانوف همیشه او را پاک دل می‌خواند. بی دلیل هم نبود. به او چنین نوشت: خب دوست عزیزم، ولادیمیر پاک دل، به من تبریک بگو. در میان چمنزار سبز افتادم و می‌توانم مدتی استراحت کرده و نیرو ذخیره کنم. در خانه سیاستمدار ثروتمندی به نام سیپیاگین به عنوان معلم خصوصی پسر کوچکش زندگی می کنم. خوب می خورم. هرگز انقدر در زندگیم خوب نخورده بودم و خوب می خوابم و در اطراف ملک زیبا گردش می کنم. بالاتر از همه برای مدتی از زیر بال دوستان پترزبورگیم بیرون خزیدم. ابتدا برایم خیلی خسته کننده بود، ولی حالا کمی بهتر شده است. به زودی باید دوباره آماده بشوم. در واقع باید عواقب آنچه را که به عهده گرفتم بپذیرم. دلیلی که من اجازه آمدن به اینجا را داده بود. در هر حال برای مدتی می توانم از خوشی‌های یک زندگی صرفاً حیوانی لذت ببرم. شکم را فربه کنم و اگر حالی پیدا کردم اشعاری بسرایم. مشاهداتم را در وقت دیگری خواهم نوشت.
شاید به استثنای کار خانه که سر و سامان کاملا درستی ندارد، به نظر من این ملک خوبه داره می شود. تماس با بعضی از دهقانان غیر ممکن است و نوکران قیافه فرمانبرداری دارند. می توانیم بعدها در این باره صحبت بکنیم. میزبانانم مردمانی مؤدب و روشنفکر هستند. ارباب همیشه مهربان و فروتن است و گاه گاه طوفانی از فصاحت به پا می کند. شخص بسیار تحصیل کرده است. زنش زن زیبای جالبی است. از هوش کامل برخوردار است. به دقت مراقب انسان است و خیلی نرم و لطیف است. فکر می کنم استخوانی در بدن نداشته باشد. تا حدی از او می ترسم. رفتار مرا که با زنها می دانید. همسایگانی هم هستند اما اشخاص جالبی نیستند. دیگر خانم پیری در این خانه است که مرا ناراحت می کند. بالاتر از همه به دختر خانومی علاقه پیدا کردم، ولی فقط خدا می داند که آیا او با این خانواده خیشی دارد یا فقط مهمان و همصحبت است. هنوز بیش از یکی دو کلمه با او رد و بدل نکردم، اما احساس می کنم که از یک قماش هستیم. در اینجا ظاهر مارینا و عاداتش توصیف می شود. سپس ادامه می دهد. شکی نیست که او غمگین، مغرور، جاه طلب، تودار، اما مهمتر از همه غمگین است. اما چرا غمگین است؟ هنوز از کشفش عاجز ماندم. کاملا واضح است که سرشت پاکی دارد، ولی آیا آدم مهربانی است یا نه؟ باشد تا روشن شود. آیا غیر از زنان احمق، زنان مهربان دیگری هم وجود دارند؟ آیا نیکی و مهربانی ضروری است؟ معهازا من زنان را درست نمی شناسم. خانم خانه از او متنفر است. یقین دارم که این تنفر متقابل است. اما گفتن این که حق با کیست مشکل است. فکر می کنم که احتمالاً خطا از جانب خانم خانه باشد. زیرا رفتار مارینا با او بسیار مؤدبانه است. وقتی که با او صحبت می کند، والنتینا میخائلوفنا با عصبانیت گره در ابرو می افکند. مارینا دختر بسیار حساسی است، مثل خود من، و درست مثل من به آسانی کلافه می شود، اگرچه ممکن است نحوهش متفاوت باشد. وقتی که همه اینها روشن شد، باز برای شما خواهم نوشت. همچنان که پیش از این به شما گفتم، او به ندرت با من حرف می زند. اما در چند کلمه‌ای که به من گفته است، همیشه تم تا حدی ناگهانی و غیر منتظره بوده است، نشانی از صداقت خشن بوده که من دوست دارم. راستی این خیشاوند شما تا کی میخواهد موجب آزار شما باشد؟ کی میخواهد بمیرد؟ آیا مقاله مربوط به شیادان جدید در ایالت ارنبورگ را در پیک اروپا خوانده اید؟ از زمان حادثه در سال 1834 اتفاق افتاد. از این روزنامه خوشم نمی آید و نویسنده این مقاله یک محافظه کار است. ولی مقاله چیز جالبی است و می تواند آدم را به فکر وادارد.